12 دسامبر 2011، 1,050,000 شهروند عراقی توطئه مالکی علیه ساکنان اشرف را محکوم می کنند. ضرب العجل 31 دسامبر برای اشرف، تصمیم غیرقانونی و ظالمانه مالکی و یک خواسته رژیم ایران و توطئه دیگری علیه ساکنان اشرف است که از سوی جامعه بین المللی، فراکسیون‌های سیاسی عراق، حقوقدانان، سازمان‌های اجتماعی و غیر دولتی و دیگر اقشار جامعه از جمله موارد زیر محکوم شده است که عبارتند از 94 تن از رهبران ملی و نمایندگان پارلمان عراق، 2317 تن از شیوخ عشایر، 7056 وکیل و حقوقدان، 5069 پزشک، 10297 مهندس، 1125 استاد دانشگاه، 2091 نویسنده و روزنامه نگار، 516 روحانی، 45 سازمان حقوق بشری و اجتماعی، 119 تن از مقامات محلی استانها و 375 195 تن از زنان شریف عراقی. فراخوان 1,050,000 شهروند عراقی، ضرب العجل بستن اشرف و جابجایی اجباری ساکنان آن در داخل عراق زمین سازی برای جنایت است. کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد باید کارش را هرچه سریع‌تر در اشرف شروع کند. ما از دولت عراق خواستاریم که به قوانین بین المللی در مورد برخورد با ساکنان اشرف احترام بگذارد و از بستن کمپ اشرف و جابجایی اجباری و اخراج آنها خودداری کند. ما ضمن تأکید بر ضرورت حضور مجاهدین در عراق به عنوان میهمانان مردم عراق تا استقرار دموکراسی در ایران، اعلام می‌کنیم که جابجایی ساکنان در داخل عراق توطئه و خواست رژیم ایران است. ما از دبیر کل ملل متحد، کمیسر عالی پناهندگان، کمیسر عالی حقوق بشر، اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا، رئیس پارلمان عراق و رهبران سیاسی عراقی می‌خواهیم با اقدامات فوری مانع جنایت دیگری علیه ساکنان اشرف شوند. ما از شورای امنیت می خواهیم به منظور حفاظت ساکنان اشرف، نیروهای سازمان ملل و ناظران ملل متحد را به اشرف اعزام کند. دکتر صالح مطلق، رهبر جنبش ملی عراق و معاون نخست وزیر، حفاظت مجاهدان اشرف را از جامعه بین المللی خواستار شد و از حکومت مالکی خواست با ساکنان اشرف بر اساس قوانین بین المللی و ممنوعیت جابجایی اجباری رفتار کند. تلویزیون حکومتی عراق که به وسیله نوری مالکی کنترل می شود خبر داده بود معاون نخست وزیر صالح مطلق در دیدار نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد با وی
در روز سه‌شنبه 22 آذر موضوع تخلیه قرارگاه اشرف را با مارتین کوبلر همراه با نمایندگان و سخنگویان العراقیه مورد بحث قرار داده است. در پی جعل و وارونگویی تلویزیون و رسانه‌های حکومتی عراق، صالح مطلق بیانیه‌ای در این باره صادر کرد. دکتر صالح مطلق با رئیس هیئت ملل متحد در عراق، صحنه سیاسی و حفاظت پناهندگان کمپ اشرف را مورد بحث قرار می‌دهد. 15 دسامبر 2011. دکتر صالح مطلق در جریان استقبال روز گذشته خود از نماینده دبیر کل ملل متحد در دفتر خود تأکید کرد قوانین حقوق بشر و حفاظت ملل متحد تصویب شده توسط سازمان‌های بین‌المللی و بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو و بر اساس قانون جابجایی اجباری را ممنوع می‌کند. موضوع تخلیه قرارگاه اشرف را با مارتین کوبلر همراه با نمایندگان و سخنگویان العراقیه مورد بحث قرار داده است. در پی جعل و وارونگویی تلویزیون و رسانه‌های حکومتی عراق، صالح مطلق بیانیه‌ای در این باره موضوع تخلیه قرارگاه اشرف را با مارتین کوبلر همراه با نمایندگان و سخنگویان العراقیه مورد بحث قرار داده است.